با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشین و با مدیریت سلامتی خودتون بتونید زندگی سالم و تندرستی رو داشته باشید. خیلی ممنونم از تمام محبت و لطف شما عزیزان به خود بنده و مخصوصا برنامه و محتویات برنامه و اینکه این همه پیام و کامنت در جاهای مختلف از یوتیوب گرفته تا سوشال میدیا و ایمیل و غیره برای بنده میفرستین و واقعا در اکثر اینها همیشه تشکر و قدردانی کردین که خیلی باعث افتخار بنده است و بنده هم مفتخرم که در طی این سالها تونستم در خدمتتون باشم و با این برنامه بتونیم مقداری فرهنگ زندگی سالم را در کشورمون عوض بکنیم و بتونیم با کمک همدیگه آگاهی مردم بالا بره و با مدیریت زندگی سالم و مسائل مربوطه بتونیم هم جامعه سالمی داشته باشیم و هم زندگی سالمی داشته باشیم. خب همجوری که در جریان هستین، موضوعات این برنامه سلامتی هست و سلامتی هم خیلی وسیعه و از همه مهمتر مسائل سیاسی و یا بهتر بگم پالیسی های مربوط به نظام سلامت هست که میتونه تأثیرات خیلی بسزایی در زندگی تک تک ما مردم داشته باشه. ببینید، از رئیس جمهور گرفته تا مجلس تا وزارت و مخصوصا وزیر بهداشت ما تا نظام پزشکی ما تا مدیریت های مختلف درمان و معاونت های درمان در دانشگاه ها، تمام اینها و زیر مجموعه این ارگان ها در واقع نظام سلامت ما رو مدیریت می کنن. به همین خاطر سیاست در نظام سلامت خیلی حائز اهمیت هست و متاسفانه در کشور ما هیچ وقت شاهد نبودیم که یک وزیر بهداشتی بیاد یک برنامه ارائه بده یا واقعا در مقایسه با کشورهای دیگه که نظام سلامتشون اینقدر پیشرفته هست، ما هم بتونیم چهار تا گام درست و حسابی برداریم و یا در فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی هیچ وقت راجع به نظام سلامتی چی نمیشنویم و متاسفانه وزرای بهداشت ما هم یکی بعد از دیگری یا واقعا سکوت کردن یا تابع اوامر بالا دستی بودن و یا خرد و عقل و مهارت کافی در مدیریت نداشتن و تک و توکی هم بودن که ایده ها و نظرهایی داشتن نتونستن به خاطر پیچیدگی مشکلات کمکی به مردم ما بکنند. نشانه ساده اون هم همین مسئله کرونا هست که تقریبا در اکثر کشورهای دنیا خیلی بهتر مدیریت شده و کشورهای مثل شیلی که اونقدر قوی و پیشرفته نیستن تونستن این مشکل رو به این خوبی مدیریت بکنن، ولی در کشور ما وزیر بهداشت ما اومد هر دفعه یک حرفی زد، هیچ برنامه خاصی نداشتن، با اینکه در ستاد مبارزه با کرونا افراد خوبی هستن و زحمت میکشن، ولی چون سیاست سلامت در کشور ما واقعا هیچ پایه و اساسی نداره و هر کسی از هر جایی دخالت هایی میکنه، متاسفانه این وضعیتی شده که شاهدش هستیم و روزی صدها نفر از هموطنان ما جانشون از دست میدن. وضعیت بیمارستان های ما، وضعیت دارو، وضعیت واکسن، از هر جهت که نگاه میکنی شکست و در واقع افتضاح یکی بعد از دیگری است و هیچ کسی هم پاسخگو نیست متاسفانه. و دلیل اصلی هم که وضعیت واکسنمون و کرونا و سایر مسائل دیگه در این شرایط خیلی افتضاح قرار داره به خاطر عدم بررسی مسائل سیاست های نظام سلامت هست که هیچ وقت هیچ گروهی افرادی کسی نیومدن یک چهار تا پالیسی و سیاست های درست و پایه‌گذاری بکنن که این بتونه رو اصول ادامه پیدا بکنه. مسائل روحی روانی را ببینید، مسائل معلولین ما را ببینید، مسائل حتی هموطنان عزیزی که جانشون و یا قسمتی از بدنشون و پاشون رو در جبهه از دست دادن مینالن همه. پس ببینید، نظام سلامت ما واقعا یکی از افتضاح‌ترین نظام سلامت هاست، ولی این در حالی است که این همه نابغه و استعداد ما داریم.
متاسفانه جلوی این افراد خردمند و با مدیریت خوب و گرفتن چهار نفر که فقط بلدن به قول معروف دلا سلا بشن جلوی ارباب و رئیس رؤسای بزرگتر، اینا رو میارن سر کار و افراد با علم و تجربه و خرد هم کنار گذاشته شدن. یکی از مهمترین مشکلات ما که تمام شاخه های مختلف زندگی ما رو احاطه کرده، عدم داشتن سیاست های درست در نظام سلامت ماست که نه مجلس به هیچ وجه ازش حرفی میزنه، نه یه نماینده مجلس هیچ بار حرفی زده، نه یک وزیری اومده چهار تا لایه درست و حسابی ارائه بده و نه رئیس جمهوری ازش حرفی زده، برای اینکه اهمیتی بهش نمیدن. به همین خاطر بایستی وظایف رسانه ها و خبرنگارا و غیره است که به این سیاست در نظام سلامت بپردازن که شاید یه روزی بتونیم اینا رو درست بکنیم که زندگی تک تک ما به این مسائل و سیاست‌های نظام سلامت بستگی داره. مسائل روحی روانی هم که همه ما ازش رنج میبریم، استرس، دپرشن و تمام اینا، حتی فقر و اقتصاد مردم هم که دچار مشکل شده باعث استرس به مردم میشه. کسی که مواد غذایی نمیتونه تهیه بکنه، کسی که در مقابل بچه هاش نون خالی باید بگذاره، این دچار استرس میشه، دچار دپرشن میشه، دچار ناراحتی میشه و اون موقع بدنش مریض میشه. پس ببینید تمام اینها برمیگرده به سلامت من و شما. خب بعد از این مقدمه میریم سراغ یه سری از سوالات شما بینندگان عزیز که امیدوارم همچنان به این برنامه ها نگاه بکنید و واقعا یوتیوب ما رو فالو کنید، سابسکرایب کنید. هزاران نفر در هفته نگاه میکنن و خوشبختانه تونسته یک مرجع خیلی مهمی برای شما عزیزان بشه. سوالات خیلی زیاد و کامنت های خیلی زیادی در رابطه تشکر و قدردانی و غیره است که بنده کمتر میخونم اونا رو و هر از گاهی اشاره میکنم به خاطر یک احترام به شما عزیزان. یه هموطنی گفتن سلام، منو لطفا راهنمایی کنیم، مشکل 36 سال دارم و خانم هستم، مشکل کمرم خیلی منو اذیت میکنه، دیگه کمرم راست نمیشه. ببینید بینندگان، بارها گفتم وقتی سوال میفرستید یا کامنت میذارید یه دو جمله بیشتر بنویسید که منده بتونم با اطلاعات دقیق تر شما رو راهنمایی کنم، ولی با بر مبنای این یک جمله‌ای که گفتید و بنده نمیدونم دلیل کمر دردتون چیه، کجای کمرتون درد میکنه و ده ها سوال دیگه که اگه دوست داشتین اینا رو کاملتر توضیح بدین میتونم بگم برین برنامه های کمر درد رو ببینید و تمریناتشو انجام بدین. تمرینایی که برای فیزیوتراپی و کمر درد و زانو درد و غیره ما تهیه کردیم همه برای اکثر بیماری های اون ناحیه بدن سالم هستن و مشکلی ایجاد نمی کنن، ولی بازم وقتی تمرین انجام میدین همونجوری که بارها گفتم اگه دردی داشتین فشار نیارین به خودتون، در همون محدوده درد ولی باز هم انجام بدین که امیدوارم خوب بشین. خب بیننده عزیز دیگه گفتن سلام جناب دکتر، من مشکل کمر دارم، اگه امکانش هست کمک کنید، من می نشینم روی زمین بلند میشم نمیتونم کمرم رو راست کنم، کمک کنید. پس ببینید اینم شبیه سوال قبلیه، به همین خاطر بنده اینم میخونم. ببینید دوستان اولا توضیحات کامل بدین، ولی نکته ای که شما گفتین موقع نشستن و برخواستن درد ایجاد میکنه، این نشون میده که کمرتون خیلی خشکه. وقتی استیفنس و خشکی جمع میشه به خاطر حالا یا کوتاهی یا فشار بیش از حدی که به کمرتون اومده، بایستی بازم اون کششی های کمر رو انجام بدین. اگه دسترسی داشتیم بریم پیش همکاران فیزیوتراپیست، اگه نه لااقل یکی دو جلسه بریم کسی یک جایی منوال تراپی خوب اگه پیدا شد، اگه نشد یک دو تا ماساژ لااقل به کمرتون بدن، ولی مهمتر از همه اون تمرین کمر درده. در کنارش یه سری اپلیکیشن های مثل آب گرم یا یک حوله گرم کنه یا یک سری چسب هایی هست که میزنه گرم میکنه، یه پماد هایی هست که میزنین گرم میکنه، اینا رو استفاده بکنید. یا میرین زیر دوش یه دو دقیقه آب گرم رو بگیرید رو کمرتون، اگه وان دارید هفته یکی دو سه دفعه برین تو وان. تمام اینها در کنار اون تمرین ها باعث میشه که اون خشکی پایین بیاد و راحت بتونید پاشین بلنشین. در کنارش شاید زانوهاتون پاهاتون ضعیفه که نمیتونید پاشین بلنشین، پس توصیه میکنم اگه میتونید برید پیش یک همکار فیزیوتراپیست که تمام بدنتون رو معاینه کنه ببینه مشکل کجاست. بیننده دیگه گفتن دکتر جان 47 سالمه، کوتاهی خیلی شدید تاندن پشت پا دارم و پاهام ضعیف هستن، خواهشن چه ورزش های انجام بدم که این کوتاهی تاندن های پشت پام رفع بشه.
خب بیننده عزیز، ما همین اخیراً برای مشکلات و آسیب‌های مچ پا و پشت پا چندین برنامه داشتیم. البته شما گفتین تاندون پشت پا مشخص نیست که همسترینگ پشت رانه یا ساق پاست، که بنده حس میکنم شما منظورتون ساق پا باشه. برنامه آکیلیس تندونایتیس رو داشتیم، برنامه مچ پا رو ببینید، حتی اگه همسترینگ هم هست باز برنامه های زانو رو ببینید و تمریناش رو انجام بدین، کشیشی ها رو انجام بدین و بعد از یکی دو هفته شروع کنید یک سری تمرین تقویتی انجام بدین که تاندون شما خوب بشه و به حالت فلکسیبل نرمال برگرده. یه بیننده دیگه گفتن سلام، خسته نباشید دکتر جان، من مشکل ستون فقرات دارم و کتف چپم هم خیلی مشکل داره و دردهای شدید دارم، لطفا منو راهنمایی کنید، ممنونم. ببینید دوست عزیز، شما هم بایستی علاوه بر اینکه تمرین های کمر رو انجام میدید حتما یک برنامه مخصوص ستون فقرات هم داشتیم، برین اونو ببینید، تمریناشو انجام بدین و برنامه مخصوص کتف هم که حد داشتیم اونم انجام بدین. دوست دیگه گفتن سلام درود، اولین روز تمرین عالی تأثیراتش نمایان شد، دردم خیلی کم شد، خیلی متشکرم که واقعا اگه این تمرین رو انجام بدین از همون روز اول مثل همه بیننده که اشاره کردن دردتون شروع به کاهش میکنه و واقعا من نمیخوام وقت برنامه را بگیرم، صدها پیام میاد که میگن ما این درد و آسیب و ناراحتی رو داشتیم، تمرین رو انجام دادیم، خوب شد. بنده قصدم اینه که این فرهنگ تمرین درمانی و زندگی سالم با تمرین رو همه گیر کنیم. حتی از شما خواهش میکنم این برنامه ها رو برای دوست و آشناهایتون بفرستین، کانال تلگرام و یوتیوب ما رو برای همه بفرستید، واقعا اثراتش رو خواهید دید. یه دوست دیگه گفتن سلام دکتر، خسته نباشه، واقعا تمرینات مفید متنوعی بود، راجع به برنامه انکل اینجوری گفته، من مچ پام پیچ خورده و رباتم خیلی کشیده شده و تقریبا پاره شده بود، 4 ماه میشه حدودا، گچ هم گرفتم ولی هنوز وقتی راه میرم درد میگیره نواحی مچ پام، میخواستم بدونم چقدر دیگه باید استراحت کنم تا دوباره مثل حالت اول بشه. ببینید دوست عزیز، شما استراحتتون رو کردین، میگین 4 ماه تو گچ بوده بچم باز کردنم استراحت میکنید هنوز، پس ببینید شما هیچ استراحتی دیگه لازم ندارید، بلا فاصله از همین امروز تمرینای مربوطه رو ببینید، تو کانال یوتیوب و تلگرام هست و همون جوری که توضیحات رو در برنامه میدیم تمرین رو بیشتر و بیشتر بکنید و نتیجهش رو ببینید، مخصوصا بعد اینجور پارگی ها که گچ میبندن و مدتی پا ایموبلایز میشه، در واقع حرکت ازش گرفته میشه، تمرین از نون شب هم واجب تره و الا اون قسمت از بدن به هیچ وجه برای شما سالم نمیشه مگر اینکه شما تمرین رو انجام بدین. پس توصیه میکنم حتما تمرین رو انجام بدین تا خوب بشین. خب بیننده دیگه ای گفتن سلام، ممنون از مطالب ارزنده شما، من 65 سال دارم و آرتروز کمر و زانو دارم که با ورزش دردم کم شده، اهل پیاده روی زیاد هستم ولی مدت 1 ماه است که قسمت پایین کمرم زمان نشستن و خوابیدن درد زیادی دارم و در زمان خوابیدن در پاهایم خصوصا یک پای راست ضعف رفتگی زیاد احساس میکنم که ناراحت کننده است ولی بارا را رفتن درد ندارم، ممنون میشم راهنمایی کنید. ببینید دوست عزیز، ایشون خوشبختانه یک خوبی یوتیوب و سوشال میدیا اینه که مرتب از برنامه های 3-4 سال پیش و پیام نگاه میکنن و میفرستن. برنامه شماره 68 ماست که راجب ساکرو ایلیاک جوینت بوده، نگاه کردم این پیام اخیرا گذاشتن 1 هفته پیش. بیننده عزیز، شما بایستی برید کشیشی های کمر درد رو انجام بدین، به خاطر پیاده روی زیاد و عدم انجام تمرین های گرم کننده و کشیشی ها کمر شما خشکه، از اون ور چون کمر خوب کار نمیکنه و پیاده رویتون هم ادامه دادین پاتون هم احتمالا این مشکلاتی داره که بایستی در صورت امکان معاینه بشه، ولی حتی اگه پیش فیزیوتراپیست هم نرفتین و معاینه هم نکردن همین تمرین های مچ پا زانو و کمر رو حتما انجام بدین، پیاده رویتون هم همجا ادامه بدین. یک بیننده دیگه گفتن سلام و درود جناب دکتر، تمرین های شما برای کمر درد خیلی عالی بودن، سپاسگزار خواهم بود که اگه برای دردشون هم تمرین بذارید. خیلی ممنونم دوست عزیز بابت اینکه اطلاع دادین تمرین ها مفید بودن، ما برای شونه هم تمرین داشتیم،
چندین برنامه بسکی داره کجای شونتون درد میکنه، یا برفرض اگه چرخشی های شونه هستن یا بالای به طرف گردن، قشنگ رو موضوع برنامه ما که نگاه بکنید متوجه میشین که این برنامه مربوط به درد شماست. و حتی اگه دقیقم نتونین برنامه مربوطه رو پیدا بکنید، باز برفرض شما تاندونایتیس دارین، بازم برنامه گردن شونه رو هم که نگاه بکنید باز 60-70% بهتون کمک میکنه، چون اکثر این تمرین ها همدیگه رو کاور میکنن، اوورلپ میکنن. و همون خاطر حتی تمرین اون ناحیه از بدن هم که انجام بدیم برای اون آسیب خاص شما هم کمک کننده خواهد بود مقدار زیادی. بیننده دیگه گفتن سلام آقای دکتر عزیز، خدا قوت، خیلی عالیه حرفاتون، نکاتی که میفرمایید و توجهی که به سوالات بیماران دارید، امیدوارم همیشه سلامت باشید. خیلی ممنونم. برای همین بنده هر از گاهی جواب سوالات شما رو هم در این برنامه میدم، ولی اکثر سوالاتم البته با کمی تأخیر در هر جای برای ما فرستاده میشه، باز جواب جداگونه هم میدیم. ممنونم از توجهتون. دوست دیگه گفتن درود بر شما، ممنون از زحمات و راهنمایی شما و وقتی که به جهت آگاهی سالم سازی مشکلات هموطنان صرف میفرمایید. امیدوارم هموطنان محترم در هر زمینه و تخصصی که میتوانند گرهی از مشکلات زندگی روزمره را باز نمایند و ویدیو تهیه و در اختیار دید عموم بگذارند. اطمینان داشته باشید انسانیت و نیکی بدون بازخورد و جبران نمیماند. با عرضی سلامتی برای همه هممیهنان خردمند. خیلی ممنونم از شما بیننده عزیز خردمند و نکته خیلی مهمی بیان کردی که بنده هم در اول برنامه گفتم. متاسفانه هزاران نفر ژورنالیست، خبرنگار، سیاستگزار، مدیر، معاونین مختلف نظام بهداشت، هزاران نفر با آگاهی یا کاری نمی کنن یا سکوت کردن و عده‌ای هم با عدم کارایی و عدم کار بلد بودن مشکلات امثال شما رو روز به روز بیشتر می کنن. ولی خوشبختانه هستن افراد خیلی خوبی هم که هزاران طریق کمک می کنن که امیدوارم روز به روز به تعداد این افراد بیشتر بشه. چرا وقتی آگاهی مردم بره بالا، افراد خوب داوطلبانه بیان کارهای آگاهی دهنده انجام بدن، اون افراد بیخرد کم کم به عقب کشیده میشن. این بایستی هدف همه ماها باشه، با آگاهی دادن هم زندگیمون رو سالم بکنیم هم بیخردان رو کنار بزنیم. یک بیننده دیگه گفتن سلام دکتر، ممنون از برنامه‌های فوق‌العاده خوبتون. مدتی است درد کمرم عمونم را بریده و میشینم بعد از یک ساعت باید پاشم، استاده هم یک ساعت دو ساعت سر پا هستم، بعد اذیتم میکنه. امارای کردم، دیسک 5 دارم و همینطور تنگی کانال. شما چرا کاری برای این حقیر دارید؟ فکر میکنم یکی دو سال ورزش را کنار گذاشتم اینطور شد. قبلا خفیف بود الان بدتر شده. اولا که ورزشتون رو شروع بکنید. برای دیسک کمر و تنگی کانال نخا هم بیننده عزیز ما برنامه جداگونه داشتیم، ببینید تمرینات چه انجام بدین، توصیه های مختلف ببینید که در هر برنامه گفتیم و دنبال بکنید. وقتی ما یه برنامه را اختصاص میدیم به تنگی کانال نخا، یه برنامه اختصاص میدیم به دیسک کمر و همجوری که داریم میبینید شاید برای ناحیه کمر 50-60 تا برنامه بنده ارائه دادم و متوجه میشید که چقدر مطلب زیاده، چقدر مشکلات وسیعن و چقدر به همدیگه ربط دارن و مدیریت یک بیماری مثل تنگی کانال نخا و یا دیسک کمر با یکی دو جمله نمیشه. برای همون بنده ارجاع میدم شما رو هم به برنامه مربوطه که در یوتیوب و تلگرام ما هست حتما ببینید و حتما نتیجهشو خواهید دید. بنده با بیماران تنگی کانال نخای زیادی کار کردم، واقعا تمرین و یک کم منوال در کنارش نتایج بسیار خوبی داره و شواهد علمی هم که اینو مرتب تاکید کردن. یک بیننده دیگه گفتن با سلام و درود فراوان، مثل همیشه خیلی عالی بود که در رابطه با لو بک پین اگزرسایز پارت 2 بوده. دقیقاً این برنامه را حتما شماره اینجا دارم میبینم تیوی 221 هست، حتما برید این برنامه را، همه باید ببینن، حتی افرادی هم که کمر درد نداره اینو انجام بدن لطفا. خود بنده مرتب اینا را انجام میدم، اینو نمیدونم قبلا هم شاید گفته باشم، بنده تمام تمرینایی که برای شما ارائه میدم و خودم هم مرتب انجام میدم. پس ببینید بدن با تمرین زنده است، با تمرین سالمه، اگه نکنید مشکل پیدا میکنید، اگه هم دارید
باز تمرین ها رو بکنید که خوب بشین و میشین، همینجوری که ده ها کامنت همه برنامه خوندم برای شما. یک دو تا پیام کوتاه دیگه هم بخونم. یه بیننده گفتن سلام آقای دکتر، مرسی، شما دکترهای ایرانی بهترین هستید، خدا حفظتون کنه که سلامت موفق باشید، انشاءالله دستون در نکنه. افرادی که تو پزشکی هستن اگه یکم مسئولیت پذیری داشته باشن و یکم انسانهای بدی نباشن، تقریبا 80-90 درصدشون آدم خوبی هن، مگه اینکه یه دی چاپلوسی بکنن و بیخرد باشن، و یا افرادی که با سهمیه و غیره میرن دکتر میشن، اینا هم بیسواد هم متاسفانه، ولی زیادن افراد با خرد و با سواد و با استعداد خوشبختانه تو نظام پزشکی ما خیلی زیاد هستن. ممنونم از توجه شما. یه بیننده دیگه گفتن سلام آقای دکتر، عالی هستین، ممنون میشم اگر در مورد شلی مفصل زانو صحبت کنید. نکته خیلی خوبی گفتین، ممنونم از توجهتون. برای زانوی شلی مفصل زانو شما توصیه میکنم بریم برنامه های مرحله دوم زانو رو و تمرینات رو انجام بدین، دقیقاً چیزی هست که شما لازم دارین و در طی 2-3 ماه شاهد ثبات زانوتون خواهید بود. این نکته رو بگم، این تلفن همیشه دست ما، همیشه روشنه و واتساپ و جاهای مختلف و سوشال میدیا اینا، همیشه حواستون باشه. ببین من با دو دست میگیرم، با شما هم صحبت میکنم و حواسم به شماست، ولی با دو دستم هم حواسم به تلفن هست که اینجوری نگیرم، یا حتی جهت زاویه تلفن هم تاثیر داره. پس همیشه دست بزنید رو میز یه جایی و هم با دو دست بگیرید و با دو دست هم تکس کنید، که البته برنامه اینو داشتیم حتما ببینید. خب یه بیننده دیگه گفتن سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از برنامه هاتون، سپاس از شما. آقای دکتر من سوال داشتم، زانویم آسیب دیده و نمیتونم راست و خم کنم، چه نوع تمرین را برایم پیشنهاد میکنیم؟ بسیار متشکرم. خب بیننده اول، اولا که بایستی زانوی شما معاینه بشه که آیا کشککه، آیا مینیسکه، آیا آرتروزه، آیا تاندونی، چیزی التهاب دیده. ولی اینجور عدم خم و راست کردن نشون میده که یه چیزی خوب کار نمیکنه، که معمولا کشکک زانویی احتمالاً همچی چیزی باعث، حدس میزنم آسیب دیده باشه، فشاری اومده باشه. شما برین برنامه مرحله اول زانو را ببینید که حتما و حتما کمک میکنه. میشینید رو تخت زمینی، جایی زانوتون در حد امکان خم میکنید، راست میکنید، رو لبه میز میشینید، پاتون میارید بالا، میبرید پایید. یه سوال دیگه هم بخونم براتون. دوست عزیزی در رابطه با تمرین کور استابلیتی و ثبات کمر که نگاه کردم گفتن سلام آقای دکتر، این حرکت برای دیسک کمر مضر نیست؟ باز سپاس از شما. چرا دوست عزیز، اینا مضر هستن برای دیسک کمر، ولی شما برید تمرین مرحله دوم کمر درد رو انجام بدین، در واقع یک مرحله قبل از اینه. اینا رو برای افراد سالم گذاشتیم، و یا مرحله و فاز آخر ریهابلیتیشن کمر درد که اون موقع اصلا مضر نیست، و حتما برین تمرین مرحله اول و دوم کمر درد رو انجام بدین. خب خیلی ممنونم بازم و متشکرم از همه پیام ها و نکات توجه و نکات نظرهای شما. در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. لطفا جهت ارائه هر گونه پیام و فیدبک و سوال و انتقاد از طرق مختلف سوشال میدیا با ما در تماس باشید. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. شب و روز خوش، خدا نگهدار.